آرش آرامش، کارشناس مسائل آمریکا از هیوستن تگزاس با ماست. آقای آرامش، 6 ایالت کلیدی در حال رأی‌گیری داخلی هستند برای حزب دموکرات، از جمله ایالت بسیار مهم کالیفرنیا. اعلام این نتیجه از سوی رسانه‌ها کمی زود هنگام نبود؟ ببینید، تا حتی دیروز صبح خانم کلینتون فقط 30 نماینده دیگه، یعنی عملا 30 نماینده دیگه از 2000 اندی که تا حالا جمع کرده، میخواست که بتونه ببره انتخابات درون حزبی رو. منظورم چی هست؟ یعنی اگر امروز هم در این 6 ایالتی که هست، مثلا بگیم در 3 ایالتش، در نیوجرسی یا کالیفرنیا یا ایالت دیگری برای مثال، خانم کلینتون حتی اگر انتخابات رو هم ببازه، ولی خب چون ما میدونیم که اگر هم ببازه که معلوم نیست و بعضی از این ایالت‌ها جلوه و با درصد بالایی هم جلوه، حتی اگر ببازه به صورت نسبی یک سری نماینده جمع خواهد کرد. با این وجود حتی اگر نماینده های ممتاز رو، همونطور که در گزارش من گفتیم، اونها رو مثلا حساب نکنیم، به حساب نریم، خانم کلینتون در تعداد نماینده هایی که از رأی مستقیم مردم به دست آورده از آقای سندرز جلوتر هست و از تعداد آرایی هم گرفته تا حالا حدوداً 3 میلیون رای بیشتر در انتخابات های مختلف در اون حزبی از آقای سندرز جلو است. ولی خب بالاخره آقای سندرز هم یک کارزار انتخاباتی بسیار گرمی داره، طرفداران بسیار حامی و پرفاقورسی داره و تونسته که این پیغام انتخاباتی حزب دموکرات رو تا حدی به سمت چپ بیشتر بکشونه و حتی تأثیر مستقیم بذاره روی پیغام انتخاباتی خانم کلینتون. اگر اینطور که شما میگید، دست کم از لحاظ ریاضی کم و بیش خانم کلینتون پیروز نهایی حزب دموکرات خواهد بود، چرا آقای سندرز همچنان داره تلاش میکنه؟ در این که از لحاظ ریاضی خانم کلینتون برنده نهایی است، اون قطعی است. در این دیگه اعداد دروغ نمیگن و در اولین بار است که در تاریخ 240 ساله، یعنی از 1776 تا سال 2016، یکی از دو حزب بزرگ آمریکا یک زن رو به عنوان کاندیدای اصلی ریاست جمهوری خودش انتخاب کرده. سال 84 خانم فرارو به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شده بودن، ولی الان به عنوان یک زن کاندیدای رئیس جمهور اصلی خانم کلینتون دارن انتخاب میشن. اعداد دروغ نمیگن، اما تا لحظه آخری که مردم برن در ماه نوامبر، در اولین سه‌شنبه ماه نوامبر، و آرای خودشون رو به کاندیدای ریاست جمهوری بدن، خدا میدونه چه اتفاقی ممکنه بیفته. بارها بوده که در انتخابات های قبلی کسی ترور شده، مجبور شدن لحظه آخر نماینده رو عوض کنن. بارها بوده که در لحظه آخر یک توطئه‌ای بوده که اتفاقی افتاده، مسئله فساد بوده یا و اون نماینده کنار کشیده یا طرف خودش اصلا. جالبه که به اشاره میکنه، یعنی فکر میکنید که ممکنه آقای سندرز داره روی این حساب میکنه که شاید در مثلا یک ماه آینده FBI تحقیقاتی بکنه علیه خانم کلینتون به خاطر داستانهایی که داشته مثل بنغازی یا ایمیل هاش؟ البته بنغازی FBI تحقیق نخواهد کرد، بنغازی اصلا مسئله جزایی نیست، نه، ولی سر ایمیل ها اون ممکنه که ایشون یا دوروبری یا ایشون براشون دادخواست بیاد و دادگاهی بشن یا حداقل پرسشی ازشون بشه، ولی ممکنه آقای سندرز داره روی این حساب میکنه. از اون طرف ممکنه آقای سندرز داره حساب میکنه که در خود کنوانسیون، موقعی که تمام این نماینده هایی که جمع کردن کنوانسیون میان اونجا، شاید بتواند اینجا یک کنفیکونی بکنه یا یک تحولی بکنه و بتواند این رأی ببره. ولی بسیار بعید، اگر اتفاقی عجیب و غریب نیفتد، تا حالا اعداد به ما میگن که خانم کلینتون بدون شک تعداد آرای و نماینده های مورد نیاز رو کسب کرده، و میگم اگر اتفاق عجیب و غریب و خارج از به قول معروف عرف نیفته، خانم کلینتون پیروز خواهد بود. آقای آرامش، یه سوال میخوام بپرسم ازتون، اگه ممکنه کوتاه جواب بدید. انتخابات بسیار جنجالی بود، چه در داخل حزب جمهوری خواه چه در داخل حزب دموکرات. تفرقه ها بسیار جدی بود، همینطور در حزب دموکرات هم همینطور. فکر میکنید الان اگر خانم کلینتون در نهایت نامزدی حزب رو ببره، چقدر در این که بتونه آرایی که به آقای سندرز رفته رو در انتخابات نهایی جذب بکنه برای خودش موفق خواهد بود؟ من خوب یادم میاد سال 2008 که خانم کلینتون با آقای اوباما باخت، بسیاری از طرفداران خانم کلینتون، فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر، افرادی که به سالهای سال خانم کلینتون رو دیده بودن و با کارشون آشنا بودن، بسیار ناراحت بودن. ولی موقعی که خانم کلینتون آمد و از آقای اوباما حمایت کرد، اون حمایت همه جانبه و بدون چونه چرا کرد، تمام دموکرات‌ها رفتن و با آقای اوباما رأی دادن. این دفعه هم همینطور، اگر آقای سندرز موقعی که شکست رو قبول بکنه بیاد بیرون و از خانم کلینتون حمایت بکنه، من بعید میدونم که تعداد زیادی از طرفدار آقای سندرز خونه بشینن یا رأی ندن. و طرفدار
آقای سندرز هم میدونن که یک ریاست جمهوری آقای ترامپ هم مشکلات فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای خواهد داشت، هم اینکه مهمترین مسئله ریاست جمهوری به نظر من تأثیرش بر روی انتخاب قضات دیوان عالی کشور که به صورت به قول معروف مادام العمر در اون صندلی‌هاشون میشینن و میتونن بسیاری از سیاست‌های کشور رو تا سال‌های سال تا چند نسل حتی عوض بکنن. آرش آرامش در تگزاس، ممنونم از شما.